سارا، وضعیت ریچارد امروز چطور هستش و هدفش چی هستش؟ و ظاهرا با وزیر خارجه جدید بریتانیا هم دیدار داشت. اصلا خانواده و وکیل اون پس از این جلسه چه نظری داشتن؟ بله آزاده، بالاخره این دیدار بعد از ماها صبر اتفاق افتاد. ظهر امروز او با خانوادش، وکیلش و نماینده حوزه انتخابیش به دیدار وزیر جدید خارجه بریتانیا رفتش. اونا میخواستن خواسته هاشون رو با این وزیر جدید مطرح کنن. اینو بگم که یه ماه و نیم پیش لیز تراس به این سمت منصوب شد پس از دامینیک راب، و در دورانی که نازنین بازداشت بوده این پنجمین وزیر خارجه است که عوض شده. بنابراین خیلی مهم بودش که با اون بتونن ارتباط برقرار کنن. اما بعد از جلسه رادکلیف واقعا برافروخته بود. او خیلی راضی نبود از نتیجه این دیدار، اما نماینده حوزه انتخابیش میگفت همین که این جلسه اتفاق افتاده این نشون میده که وزیر خارجه جدید تعهد داره که پیگیر پرونده نازنین باشه. با ریچارد رادکلیف بیشتر صحبت کردم و نظرش رو پرسیدم، اما اون حرفاش رو گفت که بریم ببینیم و باز برمیگردیم. I mean, the meeting was a bit mixed, if I'm honest. We had a good result in that she clearly. صادقانه گفته باشم این ملاقات با وزیر خارجه دو جنبه داشت. خوب بود چون اون نسبت به مسئله نازنین دلسوزی و حمایت میکنه و توضیح داد که چگونه این مسئله رو با دقت دنبال میکنه و حل آن برایش اولویت داره. اما از نظر کار عملی و سیاستشون او حاضر نبود تغییری به وجود بیاد و توضیح بده که واقعا چه برنامه‌ای برای آزادی نازنین دارن. تنها چیزی که گفت این بود که اگر نازنین دوباره به زندان برگرده این مسئله برای دولت بریتانیا یک خط قرمز محسوب میشه. این صحبت‌ها رو البته دامینیک راب وزیر خارجه پیشین هم قبل از اون گفته بود که البته برای ما برگرداندن دوباره نازنین به زندان بسیار دیره، چون ایران در اینجا به یک بازی شرم‌آور دست زده و محکوم کردن دوباره نازنین به زندان واقعا وحشتناکه. ما مشخصا به وزیر خارجه خانم تراس گفتیم که این برای ما کافی نیست و من او را متهم کردم که در این مورد از روی ترس از حکومت تهران عمل میکنه، ولی او گفت آنها مراقب هستند که کاری نکنند که عواقب منفی برای نازنین به وجود بیاد، اما من فکر میکنم آنها باید اقدامات بیشتری را برای توقف این گروگانگیری ها انجام بدن و رویکردشان به این بازی موش و گربه به بدرفتاری بیشتر با نازنین منجر میشه. مقامات ایرانی در این مسئله نهایت فشار خود را به کار گرفتند. من از این ملاقات که بیرون اومدم احساس کردم در هیچ کدام از خواسته های ما اصلا پیشرفتی حاصل نشده و ما باید به کارزار خودمون ادامه بدیم. ما همه چهار خواسته خودمون رو با وزیر خارجه در میان گذاشتیم. در مورد اینکه نازنین را به یک گروگان به حساب بیاوریم، او با این مسئله مخالفتی نکرد، اما موافق نبود که به طور رسمی او را گروگان خطاب بکنه. ما همچنین درخواست تحریم‌های ویژه و به دادگاه کشاندن حکومت ایران را مطرح کردیم، ولی او گفت که باید مراقب باشند که واکنش ایران چه خواهد بود، که برای من پاسخی البته مایوس کننده بود. ما در مورد پرداخت بدهی به ایران هم صحبت کردیم و او گفت این مسئله پیچیده‌تر از اونه که بخواد توضیح بده، و من گفتم اتفاقا من نسبت به توضیحات شما همیشه مشکوک هستم. من هم واقعا نمیدونم که آیا این مسئله به تحریم‌ها یا امور حقوقی ربط داره یا نه. به او گفتم آیا فکر نمی‌کنی که حل موضوع بدهی به آزادی نازنین کمک کنه؟ و نکته آخر این بود که من به وزیر گفتم این مشخصه که مقامات ایرانی نازنین رو برای پرداخت بدهی دولت انگلیس به اونها گروگان گرفتن، ولی دولت بریتانیا با پیوند دادن کیس نازنین به مسئله تحریم‌ها و رابطه با آمریکا این مشکل رو پیچیده‌تر کرده و حالا شرط آزادی نازنین نه در وسط یک داستان بدهی 400 میلیون دلاری، بلکه در یک مبلغ 300 میلیارد دلاری قرار گرفته. دولت ایران این رفتار رو با سایر گروگان‌ها از سایر کشور های مانند فرانسه و آلمان و آمریکا هم داشته، و وقتی ما از وزیر خارجه خواستیم که به ما بگوید چه راهبرد مشخصی برای آزادی نازنین دارن، آنها هیچ جوابی نداشتن. دلیل اصلی اعتصاب قضایی من هم این بوده که به آنها بگویم راهبرد شما تا امروز هیچ نتیجه ای نداشته و باید تغییر کند. خب سارا، الان صحبت آقای رادکلیف رو شنیدیم، وضعیت و قدم بعدی ایشون چی هستش؟ او گفت که به اعتصاب قضاش ادامه میده، چرا که نمیخواد این روند عادی سازی بشه. براش خیلی مهمه که کسانی که اینجا میان بتونن دولت بریتانیا رو پاسخگو کنن به اقداماتش، و توی کسایی که اینجا اومدن افراد زیادی هن که خانواده هایی در ایران دارن. مثلا من امروز با شری ایزدی همسر انوش آشوری هم صحبت کردم، یک زندانی دیگر دو تابعیتی که از سال 96 در ایران محبوسه، او به 10 سال حبس محکوم شد
شده. او هم نگرانی های شبیه ریچارد رادکلیف داشتش، میترسید که دوباره اولا که شرط آزادی مشروط او رد شده و میترسه که دوباره اتهام دومی مثل نازنین به او زده بشه. باهاش صحبت کردم، او هم میگفتش که دولت بریتانیا باید به ایران فشار بیاره که گروگانگیری رو تموم کنه. بشنویم حرفاشو. ببینین، تا من فکر میکنم تا چند ماه پیش حتی دولت بریتانیا اصلا مایل نبود که از کلمه گروگان استفاده بکنه، ولی این یه مسئله ای که فقط مختص دولت بریتانیا نیست، که بقیه کشورهای اروپایی هم دوتا بیعتاشون اونجا دارن، دو تو زندان اوین دارن، اونها هم گروگان گرفته شدن. و بنابراین اگر واقعا بخوان، واقعا اگر اراده جمعی وجود داشته باشه که این مشکل حل بشه، واقعا باید تو مذاکرات برجام، حالا یا در کنار مذاکرات برجام که کشورهای دیگه اروپایی هم تو شرکت میکنن، این مسئله باید حل بشه، چون این نمیتونه ادامه پیدا کنه. واقعا الان تا اونجا که من میدونم یه چیزی تقریبا نزدیک به 20 دوتا بیعتی تو زندان اوین هستن، و پس مسلما این یک سیاستیه که جواب داده بر دولت ایران، و این واقعا باید یه راه حلی براش پیدا بشه. ترجیحاً اگر در کنار مسئله برجام این بتونه حل بشه، که خب برای خانواده هم خیلی بهتره.